سبزی کاری حسن عرضه مسابقه سبزی برای رونالدو بیچاره این وسط چی کار است؟ سلام سلام، امیدم که حالتون حسابی خوب باشه. آرش کمانگیر هستم، به کانال یوتیوب خودتون حسابی خوش اومدین. امروز داریم میریم سراغ قسمت 16ام وطنم پاره تنم. یه چند وقتی استوب شد با خاطر مسافرت، وقت نکردم ویدیوهاشو درست کنم و خیلی تو کامنت ها نوشتین دمتون گرم که پیگیر هستید. قسمت 15 هم متاسفانه به خاطر نمیدونم یوتیوب بهش گیر داد خلاصه و اینکه ویدیو هست شد از یوتیوب، واسه همین قسمت 15 هم به رسم یادبود همینجوری خالی میذاریم گوشه باشه و میریم سراغ قسمت 16 هم. با من همراه باشین. مگه جی تی ایه؟ راست میگه، لباس بیمارستانه. چه مملکتی شده، یارو گذاشته فرار کرده، موتورم این دزدیده. روز قدسه، باز این نمایشت هم خواهد انجام بدن. اوه نزدیک و بنده رو پاره کنه. بنده خدا خیلی دوست داشت خانواده تشکیل بده. ولی واقعا از این مراسمای مسخره واقعا زیاد داشتیم. اون یکی مراسم کوزه بود. هر دفعه تو ویدیو هم میگن شهید نامزدها شهید و صدها پدی دادن. نه دیدم، نه خوندم، نه شنیدم. من نگاه کردم چند تا شبکه‌های حتی خارجی این ویدیو رو پست کرده بودن و خندیده بودن. نمیتونی بگی نخندن که این واقعا خنده داری داستان، ولی خب وای به حالمون دیگه. این قسمت کاسب زرنگ، بریم ببینیم چه خبره. آه بنده خدا نمیتونه صحبت کنه. چه کاری بود تو کردی؟ آقا یه کاری نکنین که فردا ما شک کنیم تو خیابون، میخوایم به کسی کمک کنیم یا چه میدونم یه حرکتی میخوایم بزنیم یا این ویدیوها بیفتیم و نکنیم این کارو. بکن، فقط بکن. بازرگان صاحب، ولی بابا این نیمروخه تمشون بده. مرسی آخه حدیثه عزیز دوبار عمل کرده بود، خیلی شاکی بوده، خیلی خیلی زیاد زمین زمان رو خوش میداده، اعصابش خرد شده بوده، میره حرم امام رضا نظم میکنه، روز آخر یه خواب میبینه که الان میخواد بگه اون خوابه. دماغش رو عمل کرده، خوشش نیومده، رفته حرم امام رضا. با هفلو یه شخصی من تو خوابم و مطمئنم امام رضا بود و من گفتم که دکتر احمدی خیالت راحت باشه، چون احمدی رضایی هستن و مطمئن باشه که دیگه به بهترین نحوه امام رضا اومده تو خوابش و گفته برو پیش این دکتر. خدا ببینید انقدر این جهالت زیاده متاسفانه که انقدر راحت دارن سوء استفاده میکنن و بعضی هم باور میکنن. بعد وقتی یه چیزی حد نرمالش خارج میشه، میشه این داستان که مثلا امام رضا اومده تو خواب تو بهت بگه که دماغت رو باید اونور پیش اون دکتر ختنه کنی. خب این چند وقت هم خیلی بحث یارانا اینا خیلی داغ شروع، من چند تا گزارش از صدا و سیما دیدم که تشتکان پرید، گفتم که با شما در میونش بذارم ببینم که واقعا حقیقت داره یا نه. حساب و کتاب دفتری، موضوعی که شاید ساکنان شمال و مراکز شهرها چندان با آن دست و پنجه نرم نکرده باشند، اما در مناطق ضعیف‌تر بخش زیادی از خرید و فروش‌ها با همین دفتر انجام می‌شود. اما طبق گفته کسبه بازار طی چند روز گذشته، برخی از این بدهی‌ها بعد از چند ماه بالاخره پرداخت شده. تصفیه‌اش واسه دو سال پیشه. یعنی تو چند روز دیگه یارانه ریختن. آها، پس یارانه خیلی کمک داره می‌کنه نه؟ نه. چون دهک سوم نفری 400 هزار تومان یارانه گرفته. 1,200,000 برای من واریز شده. خانم زنگ‌آبادی هم از یک خانواده 4 نفریه که چون دهک هفتمه نفری 300 هزار تومان یارانه گرفتن. خانم‌ها وسط خریداشون یه جایی حساب و کتاب کردن و دیدن میتونن با یارانه‌شون علاوه بر 4 کالای اساسی کالاهای دیگه هم خرید کنن. حالا نوبت میرسه به حساب و کتاب. تخم مرغ 20 عددی 37,700، شیرشون 9,900، پنیر 25، ماکارونی رشته‌ای، روغن سرخ. چرا قیمت ماکارونی رو نگفت؟ دقت کردی؟ 819,500. گفتم یه چیز تهش میمونه. خانم علیزاده هم یه خانواده 3 نفر است با 1,200,000 تومان یارانه. 738,400.
هزینه ایشون خوبه؟ شکر الحمدلله خدا روزی رسونه. الهی شکر. خیلی خوبه دیگه بچه ها، دیگه کار کنیم، بشینیم خونه پول بگیریم دیگه. هر کسی یه ذره اقتصاد بدونه میدونه که این مدل پخش کردن پول بین مردم چه تورم بدی رو تو جامعه میاره. حالا بینش کاری نداریم، شما بهم بگین که تجربه داشتین، شمایی که ایران هستی بچه‌ها بنویسین واسه من حتما، که خیلی واسهتون خوب بوده شرایط الان دیگه بچه‌ها زندگیتون روال رفته وقتی این مدلی داره پول پرداخت میشه به شما، یا نه هنوز مشکلات هست؟ چون این گزارشه سرس ما همیشه میدونین که میرن سراغ آدمایی که بازیگر خوبی هستن، آدمای معمولی نیستن، معمولا اونها استفاده میکنن. قدیمی جسمسیتون اصلا کیف کنه یامه گنجه برداشته بیده تا ایسون بیا قیمت بین 64 ریال این پودر دریا بود اون موقع، وای چقدر قدیمیه. ببین چقدر قیمت فرق کرده، الان که نمیدونم قیمت چقدره، شما میتونید تو کامنت ها بنویسید، ولی 64 ریال. آخه من چند روز پیش ویدیو خیلی جالب درست کردم در مورد تفاوت قیمت ها تو این 10 15 سال اخیر که تو سریال ها نمایش داده شده بودش، خیلی جالبه، حتما اون نگاه کنین، واقعا یه اعصاب کفی هستین واسه خودمون تو این دوران. چه خبره اینجا؟ ایرانه؟ نمیشه اینجا ایرانه؟ اوه باریکلا اینجوری خرید میکنن جدیدن؟ فکر کنم یارانا خیلی انرژی مضاعفی داده به مردم که کلا خیلی با انرژی و شاد میرن خرید میکنن. آقا میگم چرا هر موقع حرف از چشم رنگی ها میشه فقط میگن چشم آبی، چشم سبز، قهوه‌ای چیه؟ الان قهوه‌ای چیه؟ قهوه‌ای انه مثلا؟ سلام از این نسل قریور جامانده. این آقایه که الان دیدیم تصویرشو، اینجا الان چه گوشی دستش بود؟ گوشی آیفون 13 یا حالا بگیم با ارفاق آیفون 12 دستش بود. این مصاحبهشو نگاه کنین. نمیخوام شعار بدم چون از شعار حالم به هم میخوره. ساده زندگی کردم، بچه‌هامو میدونم، مثلا من ساعت دستم نمیاد. دروغ میگی، به خدا دروغ میگی، به علی دروغ میگی. اینجوری میگه مثلا ساعت ندارم و این حرفا، انگار مثلا ساعت یک چیز خیلی لاکچری و خفنه. شما قرار نیست ساعت رولکس داشته باشه که، میتونی ساعت خیلی ارزون قیمت داشته باشه. این چه مثالیه؟ نه به این قضیه که ساعت نمیندازه که مثلا خیلی ساده زیست و این حرفا، نه به اون آیفون 13 12 اصلا میگه 11. این تضاد چیزیه که واقعا من این دورم که نگاه میکنم اصلا خرد میکنم. شما چی جوری هستید؟ به این قضیه دقت کردین یا نه؟ خلاصه اینکه سلام آیفون 13 دارنده، سلام از این نسل قریور جامانده. همش کرکری، همش زر زدن، همش یاوه سرایی، همش مزخرف. جنبدی ها فرمانده منمانده نمیخوای، ما خودمون پس خودمون برمیان تمومش. فرمانده خدای این گزارش های صدا و سیما خیلی عجیب خریه و انقدر همشون داره یه جورایی اودار میشه که آدم دیگه واقعا باور نمیکنه این گزارش ها رو. مثل این قضیه موردی که در مورد متروپول آبادان اتفاق افتاد، حادثه ای که همون خیلی ناراحت شدیم در موردش، ولی حالا با اون قضیه زیاد کاری نداریم، نمیخوایم برنامه رو خیلی ناراحت کننده کنیم، ولی میخوایم بریم سراغ این داستانی که پیش اومده بود تو این فاجعه. وقتی که ما حبس شدیم که بدون آب و فلان و اینا مونده بودیم، بعد برای آزاد شدنمون ما دو نفر بودیم، نفر دوممون خودش چون اون از من سالمتر بود، سرحالتر بود، تونس بقول معروف سنگای بوتونای برده. این ویدیو تحت عنوان اولین تصاویر از فردی که زیر آوار زنده بیرون کشیده شده پخش شده که مصاحبه کردم باش و نشون میده دیگه حالش هم بعد عدد توضیح میده که چجوری نجات پیدا کرده. تا زمانی که آتش‌نشانی اومد میگه دوباره بودی ما تونستیم در. خدا رو شکر این روزا اینقدر دیگه تکنولوژی پیشرفت کرده، شبکه‌های اجتماعی حرفا، سریع این قضیه لو رفتش و این عکسایی که ازش پخش شد تو جای مختلف که داره امداد رسانی میکنه، چه جور ترافیکی که داره امداد رسانی میکنه، نیم ساعت قبلش بیرون بوده، تو بوده، دوباره بعد اومده بیرون، اصلا این چیز عجیب غریبی. و در صورتی که میگفتن 30 ساعته که اون زیر گیر کرده. خب بعد اینقدر دیگه این مدارک زیاد شد و دیدن که نمیتونن کاری کنن، این ویدیو عذرخواهی ایشون پخش شد. من راستش رو بخواین تا لحظه آخر میگفتم شاید یه اشتباهی شده، شاید ما داریم اشتباه میکنیم، بذار ببینیم چی پیش میاد که آخر این ویدیو رو نگاه کردم. چون اونجا آتشش هم موقعی که من کشیدم بیرون گفتن امدادگی مال آباد زیر آباد بود و فلان و اینا، من مجبور شدم حرفشون تو دوتا نکنم، یکی همون یکی کامل بمونه دیگه. آدم نمیده توی این ناراحتی بخنده گره کنه، طرف میگه من آوردم بیرون روم نشدی که حرفشو دوتا کنم، یعنی طرف خودش امدادگره، به همکارش نگفته مثلا منو میشناسی یا نه، اصلا مگه میشه همچین چیزی؟ این یه موردشه که انقدر دیگه تابلو سر صدا کرد رفت. شما دیگه بگی برو ببین چقدر دیگه ما گزارش های دروغی داریم که لو نرفته هنه.
مثلا اخباری که اینجا نوشته شد تاریخ انتشار کی زده؟ 2 خرداد. خب بازداشت پیمانکار و مالک ساختمان متروپول آبادان فرداش نکنید 3 خرداد، یه روز بعدش هویت جسد مالک ساختمان متروپول آبادان تایید شد. اینجا بازداشت شد، یه روز بعد جسدش تایید شد. اصلا مگه میشه همچین چیزی؟ ببینید این دروغا اینا که دارن درست میشه واقعا آدم نمیدونه چیکار کنه. من نمیدونم، خدا صبر بده به اونایی که اونجا هستن و این داستانا رو میشنون اینا، ما که دور هستیم، ولی واقعا خیلی ناراحت کننده بود. یه صحبتی داشتم در مورد این قضیه که الان میگم این نظر شخصی خودم، در مورد اتفاقی که افتاد. خب خیلی سهل انگاریا شده بود، حتی با اینکه اخطار داده بودن که مثلا این مشکل داره ساختش، بازم ادامه دادن. یعنی میخوام بگم خیلی مقصرین زیادی داشته این قضیه، ولی مردم شروع کردن تو صفحات اجتماعی گیرن به این هنرمند، به اون هنرمند که مثلا تو چرا تسلیت نمیگی، انگار که مثلا اون همدردی کردن یا اون تسلیت گفتن اون لحظه چیزی عوض میکنه. درسته که خب بیکارم به فکر مردمش باشه، ولی من میگم که اعتراضتون رو و اون چیزی که تو ذهنت هست ببرین سراغ کسی که واقعا داره اون کارو انجام داره و مقصر هستش، نه یا هنرمنده که داره زندگی میکنه مثل ماها، یا مثلا تو جشنواره کن حالا یکی همسرشو بوسیده، این یه چیز خیلی بزرگی شده و همه مقصرای اصلی رو ول کردن رفتن میگن تو چرا مثلا تو جشنواره کن. ببین یه چیزایی که واقعا من اینجا مخم سوت کشید وقتی از دور نگاه میکردم و خیلی ناراحت کننده بود. خلاصه روزه خیلی سختی داشتم دیگه. اینو داره درست میگه. آقا ببین اومدم سر خاک کی و منقر الفات حمل بودا بروسلی هموطن قیو قبر بروسلی از کجا پیدا کرده حالا این وسط؟ من واقعا نمیدونم کجاست، چینه کجاست، اصلا نمیدونم، هیچ ایده ای ندارم که کجا هستش. این چه کبابیه؟ مسابقه است؟ باید بخوریش. وای سعید این چه وضعشه؟ داداش این کتابه شهرولی ها که مگه میشه؟ پوسیده است؟ مگه میشه شهرولی 3 ماه گرفته؟ آقا نها کن آقا تو رو آقا سعیدی چیه جنسش؟ آقا سعیدی چه حرکتی بزنی؟ آقا گیر بدم از خودم آنه آقا آقا این چه وضعشه؟ آقا این چیه؟ آقا وکیل نکن آقا این شلوار کاغذه نکن داره برم آقا مگه میشه شوالی؟ آقای سعیدی چه طرز فروش شوالیه؟ این شوالی نه بیشتر کاربن بود اگه اشتباه نکنم انقدر رو. خب بریم سراغ چند تا عکسی که شما واسم فرستادین، اینا رو نگاه کنیم. واسه کانال تلگرام من همیشه زیر ویدیو هستش، از اون طریق میتونید واسه من ویدیوهاتون و عکساتون و چیزایی که فکر میکنید به درد این برنامه میخوره واسه من مستقیم بفرستین و من تو این برنامه استفاده کنم. بسنیه تو عکسش نگاه کن چه جوریه و اینجا هر چی میری بالای چی نوکش پوکشا یه شکلات زدن، یعنی توکشا یه انگوش سیر رو زده دستش قدر شکلات یه دونه توک زده رو اینجا و اینجا. بله وقتی دیگه دستشویت میگیری دیگه معلولیت اینا به چشم نمیاد. این عکسی که فرستاده بود این خیلی جالب بود، سبزی کاری حسن عزیزه مسابقه سبزی. بعد این رونالدو بیچاره این وسط چی کار است؟ دستش هویج دادین؟ امیدوارم هیچ موقع رونالدو این تصویرها رو نبینه. بهرام پسر دستخوان ورزشگاه و مؤمنی است. او با پروانه دختر دایش همسن است. پروانه از بهرام خواسته بود که سوالات مفهومی درس دینی رو از طریق شبکه مجازی براش بفرسته. بهرام وقتی این کارو انجام داد چشمش به عکس پروفایل پروانه افتاد. اوه داره اینجا دیگه جنایی میشه. که بی حجاب است. وای خواست بر روی عکس بزند که باز شود. یاد آیه از قرآن افتاد و از این کار منصرف شد. به نظر شما کدام آیه یادش آمد؟ آن را به سوال الان یادم این چی افتادم؟ چند وقت پیش داشتم تیک تاک نگاه میکردم و یه آخونی هم اینجا بود تو آلمان که آلمانی حرف میزد واسه مسلمان ها این که سوالاشون رو مردم بپرسن. دیدین معمولا چه سوالایی میپرسن دیگه؟ تو این ویدیو آخونده درست کردم دیدین دیگه چه سوال عجیب غریبی از آخونده میپرسن. و یه نفر به آلمانی سوال کرده بود که اگه من میخوام با یه دختر چت کنم مثلا تو واتساپ مشکلی پیش میاد یا نه؟ و طرف این جواب چی داده بود؟ روحانیه جواب داده بود که واسه اینکه به گناه شما نیفتین باید یه گروه درست کنی و داداش یا بابای دخترم اونجا اد کنی. بوسم کن. چیه؟ موه؟ یا برج آزادیه؟ این واسه کجا هست همچین چیزی؟ کجا به کار میره برج آزادی الان همچین تری؟ هرچی هست که واقعا وطنم پاره تنم.
چه تویسه خوشحالی. موسیقی جنوبی و احور دیگه همه رو به رقص میاره، کاری نداره که طرف ایرانیه خارجیه هر جا که هستش. واقعا جنوب کشورم فرهنگ غنی داره و میتونست یکی از بهترین قطبای گردشگری تو دنیا بشه. من دبی که بودم همش داشتم به این مسئله فکر میکردم که ما چقدر پتانسیل داریم. از اون آبادان گرفته اهواز، بیا به سمت بوشهر، برو سمت قشم، چقدر پتانسیل. میتونستیم شماره یک بشیم تو قطب گردشگری، ولی حیف که یک سد خیلی بزرگی جلومونه. شما نهارم دادن اینجا نه؟ خب دوستان رسیدیم به آخر ویدیو، مرسی که دارن تماشا کردین. وطنم 16 هم بالاخره گرفتیم. حتما نظراتتون رو واسه من بنویسین، فرق نمیکنه مثبت یا منفی، حتما بنویسین دوستانم که بیشتر نظرات انتقادیتون رو بخونم، ولی خب با رعایت احترام. واسه اینکه ویدیو بعدی از دست ندین حتما کانال ساب داشته باشین، زنگوله رو بزنین، منتظر باشین، کلی ولاگ و ویدیو باحال تو راهه. حالا فیس